نوروز سرتاسر شکوفایی بوده تجسمگری آینده نیک و ترغیبگری زیبایی پرستی می باشد. یعنی نوروز دوره است که کل انسانیت و موجودات را روح و روانی تازه بخشیده و آینده نیکی روزگاری آباد و خرم و پیشرفت و سازندگی هدایت می سازد. تنتنه های ایدانه بخشیده به نوروز عالم افروز که در گوشه و کنار کشورمان ادامه دارد، باشندگان جماعت شهرک گلستان ناحیه جلال الدین بلخی نیز آن را با دلی پر از هوس ها با شکرگزاری از صلح و ثبات کشور و افتخار از وطن و وطنداری استقبال گرفتند. واقعا در تجلیل این جشن پرشکوه، گستردن خان نوروزی با هفت سین و هفت شین، پختن سومنک و دیگر طعام های ملی و نمایش گذاشتن هنرهای مردمی، تشویق و ترغیب لباس های ملی بسا رمزی بوده، این عامل نشانه احترام به تاریخ و فرهنگ نیاگان را بازگو می نماید. همین بود که در نمایشگاه چهوران گلدست، کدبانهای ماهیر، محصول دست خویش را که به طب و ذوق بلند آماده نموده بودند، پیشنهاد جمع آمدگان گردانیدند. امروز ها تمام مردم سیاره اید ما مردم تاجیک را همچون اید بهار، اید کشت و کار، اید شکوفایی و سرسبزی عالم جشن میگیرند. همه این سعادت آن است که با تشبث پیشوای ملت سرور دولتمان محترم امام علی رحمان به جشن بین المللی تبدیل یافت. ضمن برگزاری چهارابینی ایدانه، برآمد کنندگان حاضرین را شادباش گفته یادآور گردیدند که در حیات اجتماعی اقتصادی اهل جماعت شهرک گلستان سال تا سال نوگانی و پیشروی ها به نظر می رسد که این همه با شرافت صاحب استقلالی کشور و از مهنت دوستی و آبادگرایی باشندگان گواهی می دهد. سرود و ترانه های بهاری، رقصان موزون گلدختران بزمگاه را شهامت دیگر بخشیده، همگان افتخار از آن داشتند که توسط تلاش های سازنده پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و این جشن پرشکوه اجدادی سیمای جوان و زمانوی و بین المللی بخشیدند و حکمت آن را به جهانیان همچون ایدی جان بخش طبیعت و نیکی و نکوخواهی معرفی نمودند. سلیمان سیدوف، منوچهر عمر، ناحیه جلال الدین بلخی، جهان‌نما.